اما بوسه این داره میاد به طرف کربلا، میرسه به منطقه سعلبیه، چشمش افتاد به اون طرف بیابون، دیدیه شادرنشینی یه دونه در اونجاست، اومد به طرف چادر، دیدیه پیرزنی دم در چادر، مادر خوبه وضعتون؟ او سخت میذاره. چرا؟ ما یه مش گوسفند داریم، سه نفرم هستیم، منم و پسرم و عروسم، هر سمونم مسیحی هست، هر سمونم مسیحی. فرمود من کاری به مسیحی بودنتون ندارم، وضعتون چطور؟ آقا آب خیلی کم داری. فرمود من کاری به مسیحی بودنتون ندارم. یه سنگ بود، امام سنگو بلند کرد کنار، زد آب جوشید. فرمود پسرت کی میاد از صحرا؟ آقا با عروسم دوتایی میرن دنبال گوسفند چرونی، غروب میاد. فرمود اگه غروب برگشتن بهشون بگو یا آقای اومد دم خیمه، این آبم اون در رو گفت. ایشون گفت ما برای احقاق حق و ریشه‌کن کردن ظلم نیاز به نیرو داریم، من دارم میرم، به پسر و عروست بگو اگه دلشون میخوان بیان دنبال من. خدا حافظ. رفت پسر، عصری برگشت، عروسه برگشت، گفت مادر این آبو کی در آورد؟ گفت مادر یا آقای فقط اسمشو گفت. گفت من حسینم، من ندیده بودمش، نمیشه. گفت مادر اصلا معطل تا صبح نشو، خیمه رو همین الان بکن. ننه نمیدونی چه سرمایه‌ای دنبال ما اومده، پاشو بریم. 9 روز بود اینا عروسی کرده بودن، 9 روز ماه عسلشون اومدن کربلا. عجب ماه عسل. تا روز عاشورا عروسیشون شد 17 روز. وقتی جنگ شد اصحاب 50 تاشون در جا کشته شدن، 21 نفر تک موندن. اومد پیش مادرش، مادر تکلیفم. گفت تکلیفت؟ یه لحظه پیش من نمون، برو برو یه لحظه نم. مادر منم دلم میخواد پیش زهرا روسفید بشم، برو. اومد میدان، به شدت جنگید، سرشو از بدن جدا کردن، انداختن طرف چادر مادرش، از چادر اومد بیرون، سر بریده خونالود جوانشو برداشت بوسید، رو کرد به لشکر، گفت چیزی که در راه حسین دادم پس نمیگیرم، مال شما. عروس اومد میدان، عروس 17 روزه، گفت من تو خیمه بمونم پسر فاطمه غریب باشه، من بمونم صدای ناله بچه ها به گوشم بخوره. حمله کرد، عروس رو هم کشتن.